کنم اگر من گفتم که عمر بله کافره، ببینید از یعنی این خدا شاید این کم رنگه بگیم عمر کافره، حق مطلب را ادا نکردیم. اینو باید بگیم که در دنیا کافری مانند عمر نگذشته، اینطوری باید بگیم تا مطلب خوب ادا بشه با دقت. شما میگید که ما گفتیم عمر منافقه، باید اینطوری گفت منافقی مانند عمر در دنیا نگذشته. عمر دشمن دین پیغمبر بوده، دین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دشمن همیشه میلیون ها دشمن داشته، دشمنی مانند ابوبکر و عمر ندیده این دین. این حدیث قرطاس دوستان عزیز در خود بخاری آمده، این حدیث قرطاس یک دلیل کفر عمر نیست. این حدیث قرطاس اگر من میشنم اینجا صحبت بکنم دوستان عزیز، هزار دلیل کفر عمر رو من از داخل همین دلیل قرطاس برای شما استنباط میکنم و یک دلیلش رو میتونه رد بکنه. یک دلیلش رو همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاضرن امر میکنن برام قلم و کاغذ بیارین، اطاعت نمیشه، عصیان میکنه. اطاعت نکردن امر پیغمبر در حضور پیغمبر، یک وقتی ببین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده مثلا ما شما را که از من پیروی بکنید مانند من نماز بخونید، این امر در غیابه، این اینقدر تاکید نداره اونش که در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت نمیکنه، اون خودش ابن توهینه و توهین به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کفره و باعث شده که دیگران هم اطاعت نکنن و توهین بکنن و این کفره. بعد که صریحا گفته غلبه الوجع، پیغمبر عقل خود را از دست داده، غلبه الوجع، عقل خود را از دست داده. این پیغمبر چه کسانی میگفتن مجنونه ها بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ شما قرآن بخونید و قالوا یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، کفار میگفتن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجنون میگفتن. اون کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نه تنها خطاکار و سهوکار بدن، اصلا مجنون بدن، او کافرن. غلبه الوجع یعنی عقل خود را از دست داده و به خاطر شدت مریضی فکرش کار نمیکنه، معنایش همینه. و این صریح به عدم اعتقاد به رسالت، به عدم اعتقاد به عصمت و نسبت دادن جنون به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هر یکی اینها، هر یکی اینها کفره، خروج از دینه، با اینکه توهین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، کفر به آیات قرآن کریم هست و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کفر به آیات قرآن کریم که والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، کفر به این آیه شریف هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت کج نمیشود، هیچ وقت از راه حق منحرف نمیشود، این غلبه الوجع و وجوه دیگر خیلی زیاد از کفر که در اینجا در امین حدیث قرطاسه. سنت پیغمبر را رد میکنه، میگه حسبنا کتاب الله، این دلیل کفره، کسی که سنت را قبول نکنه کافره به اجماع فریقی. توهین کرده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، میگه حجره یحجرو احجره، در سیاق مختلف روایت شده که هزیان میگوید این توهین صریح، سلمان رشدی این کار را نکرده، سلمان رشدی اگر توهین کرده در غیاب پیغمبر کرده، این جلوی چشم پیغمبر در خانه پیغمبر جلوی زنهای پیغمبر آمده توهین کرده و خود جماعه همه یه اتفاق دارن، کسی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم توهین بکنه ولو در غیاب باشه او واجب القتله، واجب القتله، دمش مباح، دمش حدر. عمر به فتوای به اجماع تمام فقها دمش مباح بوده، واجب القتل بود. شما اگر جواب دارید بفرمایید، من اینجا نشستم. نامردای بی دین.